نوروز بزرگترین جشن ایرانیان آیینی است فرخنده با بارهای فرهنگی بسیار. نماد شادی انسان است از بیداری یا نوگشت زاستار یا طبیعت پس از زمستان سرد و تاریک. آغاز بهار را آریانیان از دیرباز جشن گرفتند و از این راه شادمانی خود را از بلندتر شدن روزها، درخشانتر شدن آفتاب که با خود گرما می آورد، سبز شدن درختان و جان تازه گرفتن گیاهان و جانوران نشان می دادن. منوچهری دامغانی می گوید آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز، کامکارا کار گیتی تازه از سرگیر باز. کسی که به این جشن بُعدهای معنوی بسیار والا داد، اندیشمند بزرگ زرتشت بود. زرتشت بازگشت بهار را که نمایشگر پیروزی سالانه نور بر تاریکی است، نماد پیروزی شکوهمندتر دیگری دانست که در آینده روی خواهد داد و آن پیروزی نیروهای نیکندیش و پیشرو اهورایی است بر نیروهای تاریکندیش و ویرانگر اهریمنی. از این رو جهانبینی زرتشت یعنی آنچه در گاهان او می‌بینیم نگرشی است بسیار خوشبینانه به جهان، ولی این خوشبینی پاسخداری یا مسئولیت انسان را می‌طلبد، بدین معنا که آینده بهتر برای انسان تنها و تنها با کوشش انسان‌ها ممکن خواهد بود و به خود انسان بستگی دارد، نه به دخالت نیروهای غیبی. هزاران سال است که نوروز را مردمان گوناگونی در پهنه فراخی از جهان، از آسیای میانه تا آسیای کوچک جشن گرفتند. مردمی که با وجود دیگر سانی‌های قومی، دینی یا زبانی از میراث فرهنگی ایران بزرگ برخوردارند. در واقع نوروز در گذر صده‌ها وسیله دوستی و همبستگی میان مردم گوناگون بوده و آنها را به هم پیوند داده است. اگر نوروز تنها به دین خاصی تعلق داشت، ناممکن بود که چنین پذیرش گسترده‌ای میان مردمانی با باورها و خواستگاه‌های دگرسان در پهنه بزرگی از جهان می‌داشت. از این رو نوروز زیباترین نماد همزیستی و همبستگی مردم در چارچوب ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی لائیک یا سکولار است. از اصل مطلب دور نیفتیم. من در آینده گفتاری را به لایسیته اختصاص خواهم داد. گفتم که نوروز را مردمان گوناگون با خواستگاه‌های قومی و باوری گوناگون صده‌هاست گرامی داشتند. پس از ایران اصلی ترین کشورهایی که همکنون نوروز در آنجا جشن گرفته می شود به ترتیب حرفهای الفبا عبارتند از ازبکستان، افغانستان، آلبانی، پاکستان، تاجیکستان، تانزانیا، زنگبار در آفریقا، ترکمنستان، ترکیه به ویژه کردها، جمهوری آذربایجان، چین به ویژه ایالت سینکیانگ، روسیه، سوریه به ویژه کردها، عراق به ویژه کردها، قرقیزستان، قزاقستان، کشورهای ناحیه قفقاز مانند گرجستان، اوستیا، کوسوو، مقدونیه و هندوستان. همچنین ایرانیانی که در کشورهای گوناگون جهان زندگی می‌کنند، در اروپا و آمریکا و استرالیا نوروز را همراه با دوستان خارجی خود جشن می‌گیرند. از این رو یونسکو نوروز را به عنوان میراث فرهنگی انسان باز شناخته است به سال 2009. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در 24 فوریه 2010 21 مارس را روز جهانی نوروز اعلام کرده است. چنان که گفتم نوروز جشن دوستی و همبستگی است. با این حال در طول تاریخ بعد از اسلام ایران کسانی که نوروز و آیین‌های ایرانی را مانعی در راه تسلط ایدئولوژیک و زیر دست قرار دادن دیگران می‌دانستند با آن دشمنی کردند و به پیکار پرداختند. بزرگترین نمونه این گونه واپسگرایان امام محمد غزالی است که همزمان عمر خیام می‌زیسته است.
در همان دورانی که خیام با گماشته شدن از سوی وزیر با تدبیر خواجه نظام الملک طوسی به بزرگترین نماد فرهنگی ایران ایرانی یعنی نوروز پایه استوار دانشی میداد، امام محمد غزالی با نوروز کینه ورزی میکرد. در کتاب کیمیای سعادت که گونه ای توضیح المسائل است، آذین بستن نوروزی در بازار و فروش کالاهایی را که در جشن نوروز به کار میبرند حرام دانسته است. میگوید منکرات آن بود که صورت حیوان فروشند برای کودکان در عید و شمشیر و سپر چوبین فروشند برای نوروز و بوق سفالین برای سده. پس میبینیم که پنج سده پس از حمله عرب و تحمیل ایدئولوژی او با همه ستمها و ترفندهایی که به کار بردند تا ایرانیان را به رها کردن آیین‌های فرهنگیشان وادارند، باز هم ایرانیان به مناسبت نوروز بازارها را می آرایند، شادی می کنند و برای کودکان اسباب بازی نوروزی می فروشند و می خرند. غزالی ادامه می دهد اما آنچه برای صدو و نوروز فروشند چون شمشیر و سپر چوبین و بوق سفالین، این در نفس خود حرام نیست، ولیکن اظهار شعار گبران حرام است و مخالف شرع است و هرچه برای آن کنند نشاید، بلکه نوروز و صده باید که مندرج شود و کسی نام آن نبرد. درست شنیدید، نوروز و صده باید که مندرج شود و کسی نام آن نبرد تا گروهی مقصود حتی گروهی از سلف گفتند که نوروز روزه باید داشت تا از آن طعام‌ها خورده نیاید و محققان گفتند که روزه داشتن این روز هم ذکر این روز بود و نشاید که نام این روز ببرند. به راستی که این مرد به درماندگی خود اعتراف می‌کند. میگوید گروهی از گذشتگان گفتند که برای بازداشتن مردم از گرفتن آیین نوروز باید در این روز مردم را به روزه گرفتن مجبور کرد. به سخنی دیگر عزای عمومی اعلام کرد و ادامه میدهد که ولی در این صورت باید گفت که روزه به سبب نوروز است و باز هم نام نوروز باقی میماند. باید کاری کرد که این نام برافتد. راستی چرا امام محمد غزالی و هماندیشان او با نوروز که آیین شادی انسان از نو شدن زاستار است و مردم را به هم میپیوندد دشمنی کردند و میکنند؟ این همه زورگویی و قلدری برای چه؟ چه چیز والاتری دارند که بتوانند جانشین نوروز کنند؟ سوگواری و ماتم و گریه؟ براستی که تعصب دینی مغز انسان را بیمار میکند. این شخص با خوشکندیشی خود ضربه بزرگی به بار آمدن اندیشه آزاد و پیشرو در جامعه های اسلامی زد. او در برابر کاری که اندیشمندانی چون فارابی و بوعلی سینا و رازی آغاز کرده بودند ایستاد و با آنان ستیزید. آنان می‌خواستند میان باورهای دینی اسلامی و اندیشه فلسفی آشتی برقرار کنند. غزالی فلسفه را مایه سستی ایمان مسلمانان می دانست. در کتاب تحافت الفلاسفه فیلسوفان مشایی یعنی ارسطو و پیروانش را تکبیر می کند. غزالی سخت با خردگرایی دشمنی می ورزید زیرا علیت را رد می کرد و ایمان دینی را پایه و مایه همه چیز می دانست. نتیجه تعصب مذهبی غزالی و کسانی مانند او را امروز در جمود فکری مسلمانان میبینیم. سال گذشته در سه گفتار پیاپی به نوروز و گاه شمار ایرانی پرداختم و ویژگی های آنها را از دیدگاه اخترشناسی نوین شرح دادم. همچنین درباره تاریخ گاه شمار ایرانی سخن گفتم و بر اهمیت کار خیام تأکید کردم. گفتم که تا پیش از خیام آغاز بهار یعنی نقطه همگان یا اعتدال بهاری همیشه به آغاز ماه فروردین نمی افتاد. خیام با راجبانی که برپا کرد یعنی گرفتن 8 سال کبیسه 366 روزه هر 33 سال نوروز را به آغاز بهار چسباند.
و گفتم که میتوان خیام را فرزند راستین زرتشت دانست، زیرا به انجام کاری موفق شد که پیش از او هیچ ایرانی نکرده بود. کسانی که به این موضوعها علاقه‌مندند میتوانند به گفتارهای سال گذشته بازگردند. برنامه های گذری و نظریه شماره های 30، 31 و 32. پیش از آنکه گفتار امروز را به پایان برسانم، میخواهم به این نکته اشاره کنم که ترانویسی ترانسکریپسیون واژه نوروز به خط لاتین دستخوش آشفتگی و هرج و مرج است. نوشتن نوروز به خط فارسی هیچ گونه مسئله ای ندارد، همه آن را یک جور می‌نویسند. ولی اگر بخواهیم نوروز را به خط لاتین بنویسیم، با شکل‌های گوناگونی روبرو می‌شویم. ایرانیانی که در کشورهای انگلیسی زبان زندگی می‌کنند، آن را به گونه‌ای می‌نویسند که گویی واژه‌ای است انگلیسی. آنهایی که در فرانسه اند، آن را فرانسوار می‌نویسند و بدین سان برای زبان‌های دیگر. این تخت سیاه 13 گونه ترانوشت گوناگون نوروز را نشان می‌دهد که در اینترنت فراوان دیده می‌شوند، ولی هیچ شک پذیرفتنی نیست. و این وضع جای افسوس بسیار دارد، چون نماینده بی‌نظمی، شلختگی و گریز از روش و راجمان است. میگوید که ایرانیان هنوز نتوانستند تصمیم بگیرند که نام بزرگترین نماد فرهنگی خود را چگونه بنویسند. دیگر اینکه برخی خارجیان تصور میکنند که اینها نامهای جشنهای گوناگونند و بنابراین گستردگی جهانی و اهمیت نوروز را چنان که باید در نمییابند. باید دانست که بسیاری زبانشناسان و ایرانشناسان سالها به مسئله ترانویسی فارسی به خط لاتین پرداختند و همکنون ما دارای راجمان یا سیستم کارآمدی هستیم که با آن میتوان به خوبی واژه‌های فارسی را به خط لاتین ترانوشت. این روش ترانویسی زاییده کارهای کسانی چون کریستیان بارتولومه، رولاند کنت، والتر هنینگ، ساموئل نوبرگ، بهرام فرحوشی و نیل مکنزی و دیگران است. استاد میرشمس‌الدین ادیب سلطانی هم در کتاب درآمدی بر چگونگی شیوه خط فارسی مطالعه همه‌جانبه‌ای از ترانویسی فارسی به لاتین به دست داده و در جدولی کلیدهای این ترانویسی را خلاصه کرده است. بر پایه این روش نوروز را به خط لاتین باید چنین نوشت: به کار بردن N, R و Z روشن است و مسئله‌ای ندارد. او در نو مصوت مرکب دیفتونگ یا دوواکه است. آن را باید با O و W نشان داد، با تلفظ O نه O. صدای او هم در روز با U نشان داده می شود، نه با دو O یا O U. در دانشنامه گرانسنگ ایرانیکا هم که استاد ارجمند احسان یارشاتر پایه نهادند و سرپرستی میکنند، نوروز همه جا به همین دیسه نوشته شده است. یونسکو هم همین ترانوشت را برگزیده است. در ویکی‌پدیای انگلیسی هم چنین است. وقت ما به پایان رسید، پس در همه زبان‌های جهان که به خط لاتین نوشته می‌شوند، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و دیگرها، بهتر است نوروز را چنین نوشت، چون نماینده تلفظ درست در زبان فارسی است. در زبان‌های دیگر باید بیاموزند آن را مانند فارسی زبانان تلفظ کنند. هم اکنون که این برنامه پخش می شود، سال نو ایرانی تازه آغاز شده است و ما در نخستین روز سال هستیم. فرارسیدن نوروز و سال نو را به همه بینندگان و شنوندگان این برنامه شاد باش می گویم. امیدوارم که این سال برای همه ایرانیان و همه مردم جهان تندرستی و شادمانی و کامیابی و پیشرفت در بر داشته باشد.